بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین گرامی، شاگردان عزیز، و سلسله ویدیوهای دروس محاسبه مالی دوم، قسمت دوم، البته درس دوم یا ویدیوی دوم بگویم بهترتر است، خوش آمدید. خوشحالیم که با شما هم کلام هستم. ما در درس قبلی یا در ویدیوی قبلی مفاهیم را بیان کردیم در قسمت محاسبه. گفتیم محاسبه انواعش را بحث کردیم، چند نوع محاسبه داریم به صورت کلی و هر کدامش کدام موضوعات را مورد بحث قرار میده، اینا را بیان کردیم. و از او جمله تمرکز ما روی اساسی روی محاسبه مالی بود، روی محاسبه مالی که مضمون ما و شما هست. و محاسبه مالی را هم به دو بخش تقسیم بندی کردیم، محاسبه مالی یک و دو. در محاسبه مالی یک ما موضوعات را بیان کردیم که گفتیم حساباتی که در محاسبه هست، انواع حسابات، پنج نوع حساب ما در مجموع در محاسبه داریم که یک دارایی ها هست، دو دیون است، سه سرمایه هست، چهارم عواید، پنجم هم مصارف. و اینا حساباتی است که در محاسبه مطرح بحث است. و گفتیم این سه تا اولیش را به نام حسابات دائمی یاد میکنن و دو تای دیگه هم به نام حسابات موقتی. چرا موقتی؟ به خاطر از اینکه در جریان سال یا در آخر سال اینا بسته میشه و نتیجهشی به مفاد و نتیجهش که مفاد و ضرر، مفاد و یا ضرر است، در قسمت سرمایه انتقال میکنند، یعنی یا سرمایه را کم میکنه یا هم سرمایه را زیاد. که اینمی موضوعات را ما و شما اگر رب بتیم برایش یک فرمول جور کنیم، میشه فرمولش به این شکل، یعنی assets یا دارایی ها مساوی میشه با liabilities یا دیون پلاس یا جمعی کپیتال یا سرمایه. کپیتال یا سرمایه. و ایتر گفتیم که دارایی ها دیون جمعی سرمایه. خب این معادله اساسی محاسبه است، یعنی در محاسبه اکاونتینگ این اساسی اکاونتینگ را تشکیل میده. یعنی کلن محاسبه، محاسبه مالی به اساسی زمین فرمول استوار است. ما هر نوع معاملاتی را که در محاسبه داشته باشیم، انواع محاسبات اطمان در این فرمول صدق میکنه، یعنی در این فرمول باید گنجانده شود. و نتیجه از این فرمول را هم ما نداریم چیز این که بلانشیت باشد، یعنی بلانشیتی که ساخته میشه و یا شما در سمستر اول ساختین به اساسش، به اساس زمین فرمولی که ما شما داریم. و همچنین ما نیازمندی هستیم که در محاسبه مالی یک هم شما خواندین و یادتان هست که ما یک قانون دیبت و کردیت در محاسبه یا در اکاونتینگ داریم، یا در فینانشال اکاونتینگ. و او ای هست، عبارت از ای هست که ما در این پنج نوع حسابات قانون خاص محاسبه در این صدق میکنه. مثلا چی رقم؟ در دارایی ها، در دارایی ها همیشه افزایش که در دارایی ها صورت بگیره در سمت دیبت ثبت میشه، و کاهش اگر در دارایی ها یا کمبود اگر در دارایی ها صورت بگیره در سمت کردیت است. درست؟ خب اما در دیون و سرمایه برعکس دارایی ها هست. یعنی چی؟ یعنی اگر در دیون یا قرضداری های شرکت یا در قرضداری های ما افزایش به عمل بیاید، ما او را در سمت کردیت ثبت میکنیم، نه در سمت دیبت، در حال که دارایی ها در سمت دیبت بودند. اما اگر کاهش در دیون صورت بگیرد، یعنی دیون ما یا قرضداری های شرکت کم شود، در این صورت کاهش را در سمت دیبت ثبت میکنیم. البته دیون هم از خود انواع داره، هر نوع دیونی که باشد اگر افزایش بود در سمت کردیت و اگر کاهش صورت گرفت در سمت دیبت ثبت میشه. و سرمایه هم مثل دیون وری، اگر افزایش در سرمایه به عمل بیاید در سمت کردیت ثبت میشه، و اگر کاهش در سرمایه به عمل بیاید یا به وجود بیاید در این صورت در سمت دیبت ثبت میشه. یعنی سرمایه و دیون افزایشش در مجموع در سمت کردیت و کاهشش در سمت دیبت. برعکس دارایی ها باز افزایشش در سمت چپ یا در سمت دیبت و کاهشش در سمت راست یا کردیت. اما در قسمت عواید و مصارف که ما داریم، عواید همیشه مثل دیون و سرمایه وری افزایشش در سمت کردیت میشه و کاهشش در سمت دیبت. مصارف برعکس عواید،
مثل دارایی ها برای هست که افزایشی که در مصارف صورت بگیرد، یعنی مصرف زیاد شود. زیاد شدن مصارف همیشه در سمت دیبیت است و کاهش مصارف همیشه در سمت کردیت. خلاصه کنیم که شما حتما اینا رو خواندین و دلایلش رو میفهمین. ما ناچاریم به خاطر ذکر یک مرور کنیم و در درس‌های بعدی بهش ضرورت پیدا میکنیم. اینطور گفتیم که دارایی‌ها و مصارف دارایی‌ها یک، هر نوع دارایی باشد، انواع دارایی داریم، دارایی ثابت، دارایی سیار، دارایی انویزبل یا اسیتس یا دارایی های در حقیقت که نامحسوس است که مشاهده نمیشه، یا انتنجیبل اسیتس هم برایش میگه که بخاطر از اینکه لمس نمیشه. هر نوع داراییش باشد، دارایی ها و مصارف، افزایشش در سمت دیبیت است، کاهشش در سمت کردیت. یک. دو، دیون و سرمایه و عواید، اینا یک قانون دیبیت کردیت در سیخ میکنه که افزایشش در سمت کردیت هست و کاهش اگر صورت بگیرد در سمت دیبیت. یعنی دیون، سرمایه، عواید، یک قانون دیبیت کردیت درش تطبیق میشه. خب خیلی از محصلین یا شاگردان در صنف از ما پرسان میکنه که استاد، امی دارایی ها وقتی که افزایش پیدا میکنه ما چرا در سمت دیبیت ثبت میکنیم؟ در دلیلش چی است؟ یا مثلا عواید وقتی که افزایش صورت میگیره ما چرا در سمت کردیت ثبت میکنیم؟ دلیلش در چی است؟ بعد سوالی مطرح میشه که دیگه سوال مطرح میکنه که آیا افزایش و کاهشی در حقیقت به معنای دیبیت به معنای افزایش و یا کردیت به معنای کاهش است؟ این تر یک معنا داره. ما گفته میتونیم که در محاسبه نخیر، در محاسبه دیبیت به معنای افزایش نیست همیشه. مثلا اگر در دارایی ها افزایش معنا بده دیبیت، ولی در دیون و سرمایه کاهش معنا بده. خب در این صورت باز هم ما گفته نمیتونیم که دیبیت همیشه افزایش است. پس به خاطر اینکه اوتر می بود در دارایی ها اگر افزایش معنا میداد، باید در سرمایه و دیون و عواید هم حتما افزایش باید میداد، در حالی که در اینجا کاهش معنا میده. پس ما اینطور گفته میتونیم که دیبیت همیشه به معنای افزایش نیست، همیشه به معنای کاهش هم نیست. پس کردیت هم به این ترتیب، کردیت هم همیشه به معنای افزایش و به معنای کاهش نیست. پس چی است؟ دیبیت و کردیت به معنای سمت چپ و راست است در محاسبه. یعنی چی؟ یعنی ای که هر معامله ای که در محاسبه انجام شوه یا اتفاق بیفته، ما او را اگر در سمت چپ یک حساب، چی به شکل جدول باشد، چی هم به شکل حسابات چی باشد، اگر در سمت چپ ما ثبت کردیم، سمت چپ کلا دیبیت است، به معنای کاهش و افزایش نیست. به سمت چپ هر معادله را، معامله را اگر ثبت کردیم، در سمت چپ دیبیت است. در سمت راست اگر معامله ثبت شود، او به معنای چی هست؟ به معنای کردیت. پس خلاصه نتیجه میگیریم که دیبیت و کردیت به معنای افزایش و یا کاهش نیست در محاسبه، بلکه به معنای سمت چپ و راست است. یعنی چی؟ یعنی که دیبیت به معنای سمت چپ و کردیت به معنای سمت راست است میباشد. خب به این ترتیب ما موضوعات را اساسی را بیان کردیم و همیشه این موضوعات را ما میتونیم طبق زمین قانون و دیبیت و کردیت در محاسبه مالی دو هم مطابق زمین قواعد عمل کنیم و سوالای خود را حل کنیم و محاسبه خود را انجام بدیم. اینالی بیایم یک موضوع دیگه که نیاز است که باید چی شوه؟ معرفی شوه و یا توضیح بدیم، اونی است که معادله اساسی محاسبه را مثلا یک مثال بتیم چگونه میشه. معادله اساسی محاسبه دارایی ها مساوی است با دیون جمع سرمایه. ما گاهی وقتا از محصلین پرسان میکنم، از شاگردای خود، که اصلا فرق بین دارایی و سرمایه در چیست؟ نه یک سوال است. اکثر محصلین با وجودی که لایق هم هستن، ما میفهمیم شما لایق هستین، ولی چون روزای اول است در محاسبه، اکثر محصلین دارایی ها و سرمایه را چندان خوب تشخیص داده نمیتونه که اصلا دارایی چی هست. مثال گفته میتونه، اگر بگیم دارایی چی است، میگه که مثلا زمین، تعمیر، مثلا ماشینالات و اینا. و اگر بگیم سرمایه چی است، میگه سرمایه پول نقد است، یا مثلا به عبارت دیگه همیشه پول نقد. این موضوعات رو میانا میکنه به ایمانا که یک مقدار گیج میشه، به اصطلاح انگلیسی confused میشه.
خب به هر حال به خاطر از اینکه اینمی موضوعات را ما در درس‌های محاسبه مالی با همین مشکلات بر نخوریم و تمام مفاهیم واضح و به صورت خلاصه برای ما شما بیان شده باشد، ما یک مثال میگوییم که این هر دو با هم دیگه فرق شود. فرق بین دارایی و سرمایه به صورت خلاصه در این است که در دارایی ها همیشه دیون شامل است، یعنی قرضداری ها شامل است، در حالی که در سرمایه قرضداری شامل نیست. یعنی قروض را ما وقتی که کم تفریق کنیم یا ازش کم کنیم، نتیجه میشه سرمایه از دارایی های خود. ولی در دارایی ها همیشه چی هست؟ در دارایی ها همیشه دیون شامل است. و همین خود از این معادله را هم اگر متغیر بتیم، مفهوم خود فرق بین سرمایه و دارایی در خود از این معادله اساسی و محاسبه هم نهفته هست. مثلا چی رقم؟ مثلا اگر ما اینطور بیان کنیم که دارایی ها در طرف چپ معادله هست، دیون را از طرف راست معادله به سمت چپ بیاریم، علامش منفی میشد، به منفی تبدیل میشه. اینجا علامش مثبت بود، دیون درست مساوی خودش و در این طرف مان در طرف راست میشه سرمایه. یعنی اگر ما تعریف از این را به این شکل، این هم همون معادله اساسی محاسبه است. پس سرمایه چی معنا داره؟ سرمایه معنای چی است که از دارایی های شرکت یا از دارایی های خود اگر دیون شرکت و یا دیون خیش را تفریق کنیم، قرضداری های خود، نتیجهش که هرچند ماند او سرمایه است. درست؟ اینالی از دارایی ها اگر دیون و تفریق شده و سرمایه بمانه، پس نتیجهش این میشه که سرمایه میمانه. خب اینال سوال اینجا بطرح میشه که آیا سرمایه همیشه پول نقد است؟ ما گفته میتونیم که نخیر، همیشه سرمایه بار اول که آغاز به فعالیت میکنه، شرکت شروع به فعالیت میکنه، همیشه پول نقد باشد. پول نقد در حقیقت همون سرمایه است. و بعد از اون میشه مثلا سرمایه شرکت میشه پول نقد باشد و میشه پول نقد هم نباشد. دیگه دارایی های شرکت اگر از دیون را ازش تفریق کنیم، میشه امکان داره که غیر پول نقد دیگه موضوعات ها هم یا دیگه امکانات مادی یا منابع مالی و مادی هم میشه در جمله سرمایه محسوب شود. یعنی ما گفته میتونیم که به صورت کلی همیشه سرمایه به معنای پول نقد نیست، و بلکه سرمایه در حقیقت از دارایی های شرکت، درست که ملکیت شرکت هست، ما او چیزایی که ملکیت شرکت نیست، یعنی ادعاهایی که یا طلبات کسای دیگه والا شرکت طلب داره، اونا را در حقیقت تفریق کنیم، نتیجهش میمانه از سرمایه. پس ما فرق بین سرمایه و دیون را در این قسمت بیان کردیم. اینال در قسمت دارایی ها هم این موضوع را به صورت خلاصه کلی بیان کنیم که در درس های بعدی ما ازش کار میگیریم. او این است که ما سه نوع دارایی داشتیم. دارایی ها هم میشد دارایی های ما گفته بودیم فیکست اسیتس بود، فیکست اسیتس یعنی دارایی های ثابت، و کرنت اسیتس، کرنت اسیتس یا دارایی های سیار یا دارایی های جاری، و دیگه داشتیم دارایی های نامحسوس. دارایی های نامحسوس رو ما میگیم invisible assets. invisible assets یا دارایی های نامحسوس، invisible assets یعنی دارایی های نامحسوس. اینا در حقیقت انواع دارایی ها بود که ما در دارایی های ثابت هم مثل دارایی های ثابت رو به خاطر دارایی های ثابت میگیم که اینا در دراز مدت به تصدی میمونه و به خاطر فروشش نیست، ولی دارایی های سیار رو به خاطر دارایی سیار جاری میگفتیم که این و هدف فروش در تصدی یا شرکت نگهداری میشه و هر وقت مشتری بیاید ما فروش کرده میتونیم، یعنی به عبارت دیگر ما زود به پول نقد تبدیل کرده میتونیم. invisible assets که با چشم دیده نمیشه، اینا فرقش بود. در کرن اسیتس یا دارایی های جاری هم ما مثال های زیاد گفته بودیم، مثلا ذخایر گودام، مثلا پول نقد و همچنین مثلا طلبات شرکت، اینا در حقیقت و غیره، اینا در حقیقت همهش چی بودن؟ از جمله دارایی های جاری شرکت بود. که ادامه از این گپ را، ادامه از این بحث را ما شما در ویدیوی سومی که اینا مقدمه برای درس محاسبه مالی دو بود، انشاءالله ادامه میتیم. و من الله توفیق، خدا نگهدار.